به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 25 اسفند 1402 برابر با 15 مارس 2024 سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. خانواده های شهدای قیام در آخرین پنج شنبه سال بر سر مزار عزیزانشان که توسط خامنه‌ای جنایتکار به شهادت رسیدند حضور یافته و یاد و راه آنان را گرامی داشتند. سوز و گداز غریب‌آبادی، معاون جنایتکار قضایی جلادان نسبت به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره نحوه سرکوب قیام سراسری سال گذشته. جمهوری اسلامی هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد. نظام خودش مسئولانه با موضوع اغتشاش‌های سال گذشته برخورد می‌کند. روزنامه حکومتی جمهوری. در سالی که قرار بود تورم کاهش یابد، تورم و گرانی سعودی‌تر شده است. سال آینده اوضاع معیشتی مردم بدتر می‌شود. سایت حکومتی عصر ایران. اشکالی ندارد برای یک روز وزیر کار یا رئیسی دست سفرزند یک خانواده را بگیرد، حقوق سرپرست خانواده را در جیب بگذارد و به بازار برود. ببینیم چگونه میتواند با یک حقوق کارمندی هم لباس عید بخرد و هم زندگی را بچرخاند. بغضیان اقتصاددان حکومتی. تصمیم های دولت رکود و تورم را در سال آینده تشدید میکند. دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم و مقابله با قیمت‌ها ارائه نکرده و سیاست پولی بانک مرکزی مشخص نیست. بطایی وزیر سابق آموزش و پرورش رژیم. طرح رتبه‌بندی معلمان شکست خورده است، زیرا میانگین دریافتی معلمان همچنان زیر خط فقر است. به گزارش رسانه‌های حکومتی قیمت آجیل در طول یک دهه 1200% افزایش یافته است. CNN. چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا در سخنرانی خود درباره جنگ اسرائیل و حماس در سنا از دولت اسرائیل انتقاد کرد و خواستار برگزاری انتخابات جدید شد.